خب من سلام میکنم خدمت دوستان و علاقمندان به جلسات اگورا و به ویژه فلسفه هگل. ما جلسه دوممون در مورد کتاب اصول فلسفه حق و ادامه خواهیم داد. من یه خلاصه میخواستم برگردم و نکاتی که به صورت کلیدی هفته پیش گفتم و دو مرتبه با شما یک دوره بکنم، بعد بپردازم به بحثی که میتونیم در مورد مقدمه بکنیم. هفته پیش در مورد پیش گفتار کردیم. همونطور که دیدیم چند نکته خیلی اساسی بود که توی بحث هگل در پیش گفتار اصول فلسفه حق، که یکیش این بودش که هگل داره مثل پدیدارشناسی رو به هم عصران خودش ایراداتی میگیره و اعتقاد داره که اونها حرف تازه برای گفتن ندارن در این زمینه حق و فلسفه سیاسی، و یک تمثیلی هم که استفاده میکنه این نیست که مثل این که شما یک خورش قدیمی رو دو مرتبه گرم کنین و بخواین که اونو دو مرتبه بخورین. او اعتقاد داره که حرفای، حتی اگه حرفای قدیمی وجود داشته باشه، مثلا فرض کنین اشارهش به افلاطون، ارسطو، اسپینوزا، کانت و دیگران هستش، باید که با یک نگاه جدیدی رفت و این مفاهیم دو مرتبه دوره کرد. بنابراین ایرادی به خواندن یا بازخوانی کلاسیکا انجام نمیده هگل، بلکه برعکس داره میگه که ما باید بتونیم که یک تفسیر جدید یا یک تعبیر جدیدی از آنها بدیم، که خودش هم در واقع میخواد این کارو بکنه. خب چگونه میخواد این کارو بکنه؟ اول از همه هگل به ما میگه که وقتی که ما داریم درباره حقیقت صحبت میکنیم، موضوع حقیقت، این هیاهویی که گرد این مسئله حقیقت هست، حالا چه در عالم سیاست چه در عالم اندیشه و فلسفه، این هیاهو رو باید بذاریم کنار و یک نگاه کاملا نظاممند بکنیم. و خب طبیعتا خودش هم روشش رو به عنوان یک روش نظاممند و به خاطر همین کلمه علم رو استفاده میکنه، که من از شما خواهش میکنم که این کلمه رو با علم دقیقه یا علم تجربی که ما استفاده میکنیم امروزه با هم دیگه اشتباه نگیرید، چون او اصلا اشارهش به علوم طبیعی یا علوم دقیقه نیست، بلکه منظورش روش نظاممنده، یعنی بیشتر داره در مورد متدولوژی صحبت میکنه. روش نظاممند برای طرح موضوع حقیقت هست و او اعتقاد داره که ما این روش نظاممند و همونطور که در پدیدارشناسی روح، همونطور که مثلا در زیبایی شناسی، همونطور که در مسئله فلسفه تاریخ یا تاریخ فلسفه یا فلسفه دین در نظام هگلی داریم استفاده میکنیم، اینو در مورد مسائلی مثل آزادی، مثل حق، مثل دولت، مثل جامعه مدنی هم بیایم و استفاده بکنیم. خب ایراد اصلیش اینیست که ما در قرون متوالی، یعنی از افلاطون تا خودش، در واقع فلاسفه مختلف و اهل فقه و الهیات آمدن در مورد این موضوعاتی مثل حق، مثل آزادی، مثل دولت نوشتن، ولی هیچ کدوم در اونو در قالب این ساختار مفهومی از نظر او، یعنی همین کانسپچوال، و یک ساختار عقلانی که هم پدیدارشناختی باشه، هم منطقی باشه، هم تاریخی باشه، قرار ندادم و به این دلیل نتونستم به اون نتایجی که هگل از نظر او مهم هستش برسم. نکته سوم، این نکته دوم بود که گفتم، نکته سوم اینیست که هگل به ما باز تاکید میکنه که نقطه شروع و حرکت این اندیشه در مورد حق و حاکمیت و آزادی اقتدار دولت نیست. ما از دولت حرکت نمی کنیم، درسته؟ و اگه توجه کرده باشیم، من هفته پیش اشاره به کشور خودمون و هموطنان خودمون داریم که حرکت، نقطه حرکت همیشه دولت و همیشه حاکمیت دولته. هگل درست برعکس انجام میده، میگه من از اقتدار بیرونی دولت حرکت نمی کنم و نه تنها از اونجا حرکت نمی کنم، از احساسات درونی شاهدان و فاعلان تاریخی هم حرکت نمی کنم. یعنی من نه ابجکتیویتی اون برای نگاه می کنم، نه سابجکتیویتی این برای نگاه می کنم، بلکه نقطه حرکت من خود اندیشه است.
این اتفاقا یکی از نکات بسیار جالبی است که هگل توی اصول فلسفه حق داره. نقطه حرکت من خود اندیشه است، اصل اندیشیدنه، و نه دولت و نه احساسات درونی شاهدان تاریخی. خب یعنی چی؟ یعنی که او داره میگه که فلسفه از آن چیزی که درباره آن چیزی که داره صحبت میکنه فرم نیست، شکل نیست، صورت نیست، بلکه در مورد محتوای آن چیز داره صحبت میکنه. بعد هگل تو تکستش اگر دیده باشین این کلمه چیز هم چندین بار تکرار میکنه، دی ساخه در واقع به آلمانی، چیز رو دائما داره تکرار میکنه. این چیز موضوعه، از نظر او موضوع اندیشیدنه، موضوع فکر کردنه، موضوع فلسفه هستش. حالا این چیز چیه؟ باز اینجا نکته چهارم، این چیز چیه که هگل رو دربارش میگه؟ این چیز در واقع همون حقیقت، موضوع فلسفه حقیقته و فلسفه چیزی نیست جز انکشاف نظام یافته حقیقت، انکشاف نظام یافته حقیقت. و از اینجا شما میتونید ببینید که هگل چه تفاوتهایی با ارسطو، با افلاطون و به ویژه با کانت و پسا کانتی های دیگه داره. چون هگل، حالا مثلا مثال کانت رو بگیریم که مثال مهمیه، به هر حال کانت میاد و با فلسفهش به ما میگه که ما چیز به نام حقیقت مطلق نمیتونیم بشناسیم، درسته؟ اجازه به ما نمیده متافیزیک ما اصلا بتونیم درباره این صحبت بکنیم. خب هگل با این مخالفه، ولی ضمناً یه چیز جنبه جدیدی رو در فلسفهش میاره که به خاطر همین ما ایدالیسم هگلی رو جدا میکنیم از ایدالیسم ترانسندنتال متعالی کانت. هگل میاد اینو در یک انکشاف دیالکتیکی قرار میده و میگه حقیقت یه چیزی نیست که یک بار برای همیشه به دست ما برسه، این مراحل تدریجی داره، صورتهای گوناگون داره این پروسه، این فرایند حقیقت جویی و حقیقت یابی. و وقتی که ما به فلسفه سیاسی میرسیم و ما میخوایم در مورد امور سیاسی انسان ها صحبت بکنیم، مثل آزاد بودنشون، مثل دولت داشتنشون، مثل جامعه داشتنشون، مثل قرارداد اجتماعیشون و اخلاقیات، ما در واقع اینو، این حقیقت رو میام در همون راستا، در همون فرایند، در همون روند قرار میدیم که این حقیقت چگونه بر ما داره آشکار میشه، درسته؟ یا ما اینو چگونه کشف میکنیم، یا ما چگونه به خدا، من با زبان خود هگل میگم چون زبان هگل خیلی ما زبان مهمیه که ما بفهمیم، ما چگونه به خداگاهی در مورد این آزادی میرسیم، چگونه به صورت تاریخی، منطقی، پدیدارشناختی ما به خداگاهی در مورد این آزادی میرسیم. و اینجاست که از نظر او روششناسی که او اختیار کرده که روششناسی علمی باشه رو در مقابل یک روششناسی غیر علمی یا پیش علمی قرار میده که منظورش این است که تمام در واقع نگرش هایی که به صورت غیر نظاممند میخوان که این مسئله حقیقت رو مطرح کنم و شکست میخورم، و مهمتر این است که اونها نمیتونن این بحث مهم گستره همگانی رو بیان مطرح بکنن و اینکه اصلا این گستره همگانی معناش چیه و ما چگونه میتونیم در مورد فضای اجتماعی، حالا ما اسمش رو بزنیم قرارداد اجتماعی یا مثلا گستره همگانی یا فضای عمومی، بیان بتونیم صحبت بکنیم. خب پس اینجا نکته پنجم این هستش که موضوع اصلی و وظیفه اصلی فلسفه ابداع الهیاتی یا دینی حقیقت نیست. تلیالوژی که هگل داره ازش صحبت میکنه، غایت شناسی که هگل داره ازش صحبت میکنه، یک غایت شناسی سکولاره، غیر دینیه، و حتی به دنبال یک ایجاد یک دستگاه سیاسی حقوقی هم نیست. بنابراین هگل از یک پوزیتیویسم حقوقی هم شروع نمیکنه، مبدأش رو یک پوزیتیویسم حقوقی قرار نمیده، بلکه آن چیزی که براش خیلی مهم هست که بعد میاد و در آخر پیشگفتار به ما میگه، میگه که مسئله ما این واقعیت زمان خودمونه. فلسفه مسئلهش واقعیت زمان خودشه. فیلسوف کسیست که فرزند زمان خودش هستش، درسته؟ و او باید که یک رویارویی انتقادی بتونه با زمان خودش داشته باشه و این واقعیتی که در مقابلش قرار گرفته، این کلیت این واقعیت رو بتونه در یک چارچوب انکشاف تاریخی
قرار بده، یعنی ببینه که این روند شکلگیریش چی بوده، چجوری شده که به اینجا رسیده، از چه مراحلی رد شده که به اینجا رسیده، ما چگونه میتونیم یه دفعه در مورد آزاد شدن افراد مثلا فرض کنیم در یک سیستم لیبرال صحبت کنیم، در صورتی که خب بشریت ما از بردهداری اومده، چه اتفاقی افتاده، ما انسان‌ها به چه درجه چگونه تونستن از بردهداری خودشون رو برسونن به یک نظام نمایندگی حالا دموکراتیک یا مدرن فرض کنیم. و این نکته ایست که برای هگل خیلی مهم هستش. حالا خب الزاما همه فلاسفه غرب با هگل موافق نیستن، خب ببینید کسانی که بعد از هگل اومدن، من مثلا داشتم نیچه رو میخوندم، نیچه تو اون کتاب انسانی بسیار انسانی یه نکته داره که دقیقا خلاف هگل میگه و میگه که تمام فیلسوفا یک اشکال مشترک دارن یا یک اشتباه مشترک، خطای مشترک دارن و اون این نیست که از انسان معاصر حرکت میکنن و در مورد انسان معاصرشون وقتی دارن صحبت میکنن اینو میخوان کلی کنن و ربطش بدن به تمام بشریت. دقیقا هگل داره اینو میگه، یعنی این کارو میخواد بکنه لاغر از دیدگاه نیچه. هگل از زمان خودش داره حرکت میکنه چون داره واقعیت زمان خودش رو میبینه، ولی این واقعیت زمان خودش رو داره در یک میتونیم بگیم که یک فرایندی قرار میده و میخواد ببینه که چگونه شده که ما به اینجا رسیدیم که در این دوره حالا پروس مدرن بعد از انقلاب فرانسه این مسائل آمدن و در دنیای غرب مطرح شد. ببین حالا ما میتونیم موافق باشیم میتونیم موافق نباشیم، ولی به نظر من مهمترین چیزش اینیست که ما اول درک بکنیم که منطقی که هگل داره استفاده میکنه چیه. هفته پیش هم من به این موضوع اشاره کردم، دو مرتبه هم اشاره میکنم، فلسفه سیاسی هگل رو نمیشه بدون منطقش خوند، برای اینکه تمام پایه اساسش منطقشه، علم قیاسشه، تفاوتی است که با علم قیاس ارسطویی داره، بحث دیالکتیکشه، تمام اینا. و شما اگه این دوتا رو در امتداد هم دیگه نخونین اساسا فکر میکنم که این نکات خیلی اساسی اصول فلسفه حق از دست میدیم، به ویژه مفاهیمی که هگل داره دربارش صحبت میکنه. خب اگر اینو قبول داشته باشیم، نکته بعدی که فکر میکنم مهمه برای اینکه ما فهم بکنیم بهتر این مقدمه اصول فلسفه حق و این هستش که هگل میخواد در مورد حقیقت حق بیا صحبت بکنه. خودش هم میگه، میگه من میخوام در مورد حقیقت حق صحبت بکنم، ولی اضافه میکنه که این حقیقت حقی که من میخوام درباره صحبت بکنم در قانون خلاصه نمیشه. ما اشتباهمون این است که وقتی میخوام درباره حق صحبت بکنیم در مورد قانون زمان خودمون صحبت میکنیم و میگیم این قانون عادلانه است یا غیر عادلانه است. هگل میگه این حقیقت حقو در قانونی که مال زمان خودمون هست نمیتونیم بگردیم دنبالش پیدا بکنیم و اون ساختار نظام حقوقی که ما درش زندگی میکنیم کافی نیست برای اینکه به ما اجازه بده که ما بتونیم پرسش بکنیم در مورد داستان حقیقت حق. انگار اینکه شما مثالیست که خب خیلی ها میزنن دیگه، شما به یک جنگلی، حالا اینجا جنگل حقوق رو داره در برای صحبت میکنه، شما به یک جنگلی بی توجه بشید به خاطر اینکه دنبال یک درخت میگرد، یعنی یک شما جنگل انبوه اصلا نمیبینید به اون بزرگی به خاطر این فقط دارین یک درختی در اون جنگل رو میخواییم ببینید. و دقیقا وقتی اشاره هگل به اینه که وقتی ما مثلا دنبال بحث در مورد یک مورد قانونی فقط هستیم یا یک دستگاه حقوقی هستیم، ما اون اسنس حقوق رو داریم یا حق رو داریم از دست میدیم و دیگه نمیتونیم در بارش صحبت کنیم. پس موضوع اصلی که براش مهمه همین ذات حق هستش، یعنی حق در کلیت خودش، یونیورسالیتی خودش، و او آن هستش که از نظر او باید مورد توجه فلسفه قرار بگیره. حالا چه چیزی در این عنصر حق، در این ذات حق مهم هست از نظر هگل؟ همین خودآگاهی فاعل تاریخی است. آن چیزی که جوهر حق رو می‌سازه این است که پشتش خودآگاهی یک فاعل تاریخی است. حق بدون اشاره به این فعال تاریخی اصلا معنا نداره به خودی خود، مثل آزادی است. آزادی برای انسان ها معنی داره، آزادی برای اون گربه سگ معنی نداره که، آزادی برای انسان ها.
آزادی چگونه برای انسان ها معنا داره؟ در مبارزه‌ای که برای آزادی میکنن، در معنایی که به آزادی میدن، در دوره‌های مختلف زندگیشون، در دوره‌های مختلف بشریت، تاریخ بشر میان این معنا رو میدن. یکی ممکنه که یک معنای کیهان محور بده، اون یکی ممکنه یک معنای خدا محور بده به این آزادی، بگه من آزادیم بدون خدا غیر ممکنه، اون یکی بگه من آزادیم بدون اینکه من در یک وضعیت کیهان محور قرار بگیرم بی‌معنیه، و یکی دیگه بگه که نه، من با هر گونه امر قدسی نمیتونم آزاد باشم، باید هر گونه امر قدسی، یعنی یه نوع دیسکرالیزیشن کامل، من باید هر نوع امر قدسی رو در جامعه هم یا در جهان، جهانی که زندگی میکنم، در زیست میکنم، نابود کنم برای اینکه بتونم آزاد باشم. این سه تا تفسیر کاملا مختلفه از آزادی بشر، ولی دقیقا اینطوری بوده. و اینجا هستش که، یعنی خودآگاهی فاعل تاریخی که ثابت نبوده، و از و هگل اتفاقا فیلسوف مهمیه از این جهت که این پروسه رو به ما نشون میده که این خودآگاهی فاعل تاریخی تا چه حد دائما در حال تغییر، توسعه است، رشد، انکشاف، و مرتبا موضوع خودش هم تغییر میده. یعنی نه تنها خودش تغییر میکنه، ولی به صورت سوژه تغییر میکنه، بلکه اینش هم تغییر میکنه، آبجکتش هم تغییر میکنه، و این دوتا با همدیگه هستش که تغییر میکنه. ولی پشت هر کدوم از این سوژه های تاریخی و این فاعل تاریخی یک اراده هست، و به خاطر همین هگل وقتی که داره مسئله حق رو مطرح میکنه، مسئله اراده رو مطرح میکنه، اراده آزادی که باید خودش رو اراده بکنه، درسته؟ یعنی که خودشو تعیین بکنه، خودشو تکفین بکنه، خودشو تنظیم بکنه در هر دوره، و اونجا هستش که اراده بودنش معنا پیدا میکنه. خب اینجا ما به بحث دیگه که میرسیم، این تحول تدریجی اراده هستش که در واقعیت حق میاد خودشو نشون میده. واقعیت حق از فقط از طریق این تحول تدریجی به تحقق میرسه، شکل واقعی خودشو پیدا میکنه، و هیچ مرحله رو نمیشه نادیده گرفت، باید تمام مراحل رو از نظر هگل در نظر داشت. و وقتی که ما اینو در نظر داریم، اونجا معلوم، ما متوجه میشیم که چرا بعد از نوشتن دارتون معارف علوم فلسفی، هگل میاد و اصول فلسفه حق رو مینویسه، و بحثش در مورد روح عینیست و نه روح ذهنی، یعنی سابجکتیو، در واقع سابجکتیو سپیریت نیست، بلکه ابجکتیو سپیریت هستش، و فلسفه سیاسی هگل در روح عینی میاد خودشو نشون میده. و خب هگل از خوانندگانش انتظار داره که اونا بدونن که وقتی دارن اینو میخونن، که چون بقیه کتابا رو لااقل خوندن یا میدونن که این فلسفه چیه، که ما الان در مورد روح عینی داریم صحبت میکنیم و نه در مورد روح ذهنی داریم صحبت میکنیم. بنابراین یه حرکت نظامن در خود فلسفه هگل هم ما داریم اینجا، وقتی داریم به فلسفه سیاسیش میپردازیم، که ما گذار کردیم از روح ذهنی به روح عینی، و اونجا هست که ما داریم مسئله خانواده، جامعه مدنی، دولت، مسئله سوشال کانترکت، قرارداد اجتماعی و بقیه چیزها رو داریم صحبت میکنیم. من اینجا باز میام این بحث رو میشکافم، برای اینکه باز خب میدونم که این مشکل برای خیلی ها، خصوصا کسانی که خوانندگان خیلی مستمر و مداوم هگل هم نبودن و نیستن. ببینید اینجا باز ما هگل ما رو برمیگردونه به اون موضوع آزادی و استقلال انسان، یعنی عبور از روح ذهنی به روح عینی از نظر هگل این به این وضعیت هستش که ما چقدر از وضعیت طبیعی خودمون دورتر میشیم. هر چقدر ما به اون وضعیت طبیعی نزدیکتر باشیم، از نظر هگل ما از این روح عینی دورتر هستیم، درسته؟ بنابراین او اعتقاد داره که روح، اون چیزی که او بهش میگه روح یا به هر حال گایست، روح سرآغازش در طبیعت، شروع، نقطه شروعش در طبیعت، درسته؟ ولی نقطه‌ای که دوره به طرف سوق پیدا میکنه چی؟ به خاطر اینکه نقطه‌ای که باید بهش برسه آزادی است. متوجه هستی؟ هگل یک ور رو طبیعت میذاره، یک ور رو آزادی، و آزادی در طبیعت وجود نداره.
یعنی انسان تا اگر موجودی باشه مثل بقیه حیوانات، موجودی طبیعی، انسان نمیتونه آزاد باشه. این تکلیف ما رو یکسره میکنه هگل، یعنی مشخصا میگه آزادی در طبیعت وجود نداره. یک سگ، باز تکرار میکنم، یک سگ، یک مورچه، یک گربه آزاد نیستن از طریق از نظر هگل، چون این خودآگاهی رو ندارن. ولی خب این خودآگاهی باید دائما این پرسش از خودش بکنه که من در چه مرحله ای از این شکلگیری روح هستم یا این خودآگاهی هستم و تا چه حد من در این فرایند آزاد شدن از طبیعت هستم. و این چیزی که اتفاقا هگل بهش میگه به نوعی، حالا ما میتونیم به فارسی ترجمه کنیم حرکت، ولی به آلمانی بهش میگه بوگون، یعنی این روح دائما در این حرکته، داره شکل میداره، جلو میره و داره در این فرایند آزاد شدن خودشو قرار میده. خب اینجا اصول فلسفه حق چه چیزی به ما داره میگه؟ میگه که مسئله آزادی دقیقا با همین در این حرکته میاد شکل میگیره، در این تحقق یافتن داره میاد شکل میگیره و موضوع اصلی اصول فلسفه حق در حقیقت در واقع تحقق یافتن آزادی در قالب یک حق. درسته؟ آزادی باید در قالب یه چیزی آزادی خودشو نشون بده، چون آزادی که همطوری نمیتونیم لمس کنیم که خانم آزادی، آقای آزادی، چون چیزی اصلا وجود نداره. آزادی باید در یک قالب اجتماعی بتونه خودشو نشون بده. درسته؟ و هگل میگه این قالب حق. مفهومی که آزادی خودشو نشون میده موقعی است که اراده آزاد میدونه که حق داره، در مورد حقانیتشو میخواد، مشروعیتشو میخواد، به این خودآگاهی رسیدی که در مورد حق خودش صحبت بکنه. و اینجا دیگه انقدر کنش فقط مهم نیست، که موضوعی که مهم هستش اراده هم هست. یعنی شما فقط اکشن نداری، شما یک نوع ویل داری، یک نوع ولیشن داری، شما اینجا یک حرکت ارادی داری، حرکت ارادی هستش که این آزادی رو از نظر هگل ایجاد میکنه. خب به خاطر همین او میاد و در ابتدای این مقدمه میگه که موضوع فلسفه علمی حق ایده حق. درسته؟ درست در پاراگراف اول، در جمله اول، موضوع فلسفه علمی حق ایده حق هستش. خب اینجا وقتی میگه فلسفه علمی حق و به دنبال ایده حق هست، درباره چی داره صحبت میکنه؟ میخواد فهم از حق در یک انکشاف دیالکتیکی قرار بده، که این انکشاف دیالکتیکی اراده هستش از نظر هگل، که به صورت اراده آزاد میاد خودشو مطرح میکنه. بازم نه به صورت هر اراده، به عنوان اراده آزاد، اراده که میدونه آزاده، اراده که میدونه که میتونه آزاد باشه. خب اینجا هگل میگه که خب اینجا دقیقا باز موضوع طبیعت مطرح میشه. تفاوت بین انسان و حیوان در این هستش که حیوان از روی غریزه عمل میکنه، بنابراین آزاد نیست، بنابراین اراده نداره، ولی انسان میتونیم بگیم که یک بازنمایی از خواست خودش و از اراده خودش داره، یعنی یک نوع ریپرزنتیشن داره از اراده خودش. اینجا باز به نظر من این نکته بسیار مهمیه که هگل داره میگه ما فقط اراده نداریم، ما ریپرزنتیشن از اراده خودمون هم داریم. یعنی دقیقاً بحثی که شوپنهاور هم میکنه دیگه، درسته؟ اگه یادتون باشه فلسفه شوپنهاور جهان به معنای ریپرزنتیشن و به معنای اراده، درسته؟ این بحثی که هگل هم اینجا داره میکنه، یعنی شما جهانی که ما انسان ها در مقابلش قرار میگیریم فقط یک جهان ارادی نیست، یک جهانی است که ریپرزنتیشن از اون اراده هم هست، که مهمترینش آزادیه. یعنی ما میریم و کشته میشیم برای آزادی، برای اینکه یک نوع ریپرزنتیشن داریم از این آزادی یا از این اراده آزاد خودمون. حالا اینو به صورت یک آرمان سیاسی میتونیم مطرح بکنیم، درسته؟ یا میتونیم به هر صورت دیگه مطرح بکنیم. انسان اراده میکنه ولی میدونه که اراده میکنه، نکته مهمی که هگل اینجا داره مطرح میکنه. و اینجا هگل میگه که بین اراده و اندیشه یک تفاوتی قائل میشه،
یعنی ما از یک طرف اراده داریم و از یک طرف اندیشه، ولی البته اضافه میکنه توی متنش که هر چقدر که این دوتا هم با هم دیگه متفاوت باشن، یعنی the act of thinking the act of volition، این دوتا هر چقدر هم با هم دیگه متفاوت باشن، اینطوری نیستش که مثالی که میزنیم میگه اینطوری نیست که یکیش توی یه جیب ما باشه و یکی توی یکی جیب ما باشه، اینا با هم دیگه تداخل دارن، اینطوری نیست که ما دوتا هر کدوم توی دو جیب بذاریم و اصلا به هیچ کدومشون کار نداشته باشیم. ما هم انسانی هستیم که با اندیشه کار داریم، هم انسانی هستیم که با اراده کار داریم. خب چرا؟ به خاطر اینکه اراده خودش نوعی از فکر کردنه به گفته هگل، و فکر کردن خود خود یک ترجمان وجودی داره، به خودش یک موجودیت میده، یعنی یک انتولوژی ایجاد میکنه فکر کردن. وقتی شما دارین درباره خود انسان فکر میکنین، به دنبالش یک شیوه وجودی هم باش به همراهش میاد، و این شیوه وجودی هستش که از نظر هگل مهم هستش. بس اراده نوعی از فکر کردن، نوعی از اندیشیدن است که تبدیل به یک شیوه وجودی میشه. حالا چیزش هم، کلمه هم که خود هگل استفاده میکنه این هستش، میگه از زیش اوبه زدسن اینس دازن. خب این دازنی که های دیگه کله ما رو میخوره باش، از اینجا همینجا هگل هم داره میگه دیگه، شما میبینی های دیگه این خلق نکرده، کلمه رو لغت خلق نکرده، معنای جدید بهش داده، ولی هگل هم براش این موضوع خیلی موضوع مهمیه که این شیوه وجودیش بچه میشه، یه بچه شیوه وجودی داره. اراده نوعی از فکر کردنه که یک شیوه وجودی داره، یعنی اراده آزاد تبدیل میشه به یک کنش وجودی. اینجا هستش که هگل تو متنش کلمه اگزیستنس رو مرتب تکرار میکنه، اگر متن خونده باشین تو این متن، اتفاقا کلمه آلمانیش هم توی کروشه گذاشته در کنارش که اگزیستنس هستش. حالا در پاراگراف 6 تمام این نکات که میگه، اینقدر نکات زیادی تو این هستش که من همه رو نمیتونم در باره صحبت کنم، ولی خلاصه‌شو میگم واسه اینکه بتونیم بحث بکنیم، بعد یواش یواش در لابلاش میتونیم بحث دیگه هم بکنیم. اولش هگل در پاراگراف 4 میگه که اراده بدون آزادی یک مفهوم تو خالیه، یک کلمه تو خالیه، empty word. بنابراین اراده باید که حتما ارجاع بده خودشو به موضوع آزادی، و آزادی هگل میگه freedom is actual only as subject، آزادی باید به صورت فاعل بیاد خودشو مطرح بکنه، چون آزادی، آزادی منه، آزادی ماست. آزادی، باز دارم تکرار میکنم، آزادی یه چیزی نیست که در هوا باشه، آزادی باید این جنبه سابجکتیوش بسیار مهمه که بیاد خودشو معنا بکنه. حالا ولی اضافه میکنه هگل که من یکم جلوتر میرم، تو پاراگراف 6 میاد مطرح میکنه که باز برمیگرده به اراده و اینکه من هرچی رو، حالا من منشو میگم، یعنی از فاعل ضمیر اول شروع میکنم، من همه هر چیز رو همینطوری اراده نمیکنم، بلکه دو مرتبه من چیزی رو اراده میکنم. اینجا باز دی ساقه، من چیزی رو اراده میکنم، من یک چیزی رو اراده میکنم. اگر چیزی رو اراده میکنم، پس من انتخاب میتونم بکنم. هگل میگه اگه من چیزی رو اراده میکنم، اگه اراده میکنم که این شیکاکاو رو بخورم، من دارم یک چیز رو انتخاب کردم، من به جای اینکه قهوه بخورم، من فرض کنید هات چاکلت انتخاب کردم، پس اینجا درش یک انتخاب بود. ولی اگر من انتخاب کردم، یعنی که اینجا یک امر دل بخواهی، یک امر دلخواهانه صورت گرفته، درسته؟ یعنی من خواستم که این کارو بکنم و خیلی ابجکتیو نبوده. و اینجا هگل به ما میگه که این انتخاب که اراده آزاد میکنه، این خیلی هم آزاد نیست، چون فقط یه چویسه، یک انتخابه، یک خواسته. و کلمه‌ای که استفاده میکنه اینجا
که باز من برای تو آلمانیش رو می‌نویسم برای اینکه مهمه. هگل برای چیز میگه فرایه ویله برای اراده آزاد. بعد اینو در مقابلش تو متن داریم کلمه ویلکو رو مطرح میکنه که اراده آزاد نیست، یک اراده دلبخواهیست، درسته؟ و چون دلبخواهی هستش بنابراین درش هیچ گونه آزادی صورت نمیگیره، یعنی به خودش ممکنه وعده آزادی رو بده ولی هیچ وقت آزاد نمیتونه بشه. و او اینو میگه که حق، وقتی ما داریم درباره حق صحبت میکنیم، حق نمیتونه بیلکور باشه، حق نمیتونه یه چیزی باشه که حقیقی و واقعی نباشه، یعنی یه چیزی باشه که ما فقط خیال میکنیم یا به عنوان چویس ما بیاد مطرح بشه. حق نمیتونه چویس، فقط چویس ما باشه، حق باید یه چیز یونیورسال باشه و حق باید موجودیت اراده آزاد باشه، حق باید موجودیت اراده آزاد باشه. و این فقط خودشو میاد و در قالب اون اولین به شکل اولش، در شکل اولش خودشو به صورت abstract right یا حق انتزاعی میاد مطرح میکنه، ولی نمیتونه خودشو به عنوان یک choice بیاد مطرح بکنه، خودشو به عنوان یک انتخاب نمیتونه مطرح بکنه. حالا اینجا یه نکته خیلی مهم هست برای دوستانی که مرتباً درباره سیاست می نویسن، مرتباً اشاراتی دارن به لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم، و اینجا اتفاقاً هگل داره از لیبرالیسم انتقاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هگل وقتی که میاد و موضوع انتخاب فردی رو مورد سوال قرار میده اینجا و موضوع انتخاب مورد سوال قرار میده، تمام اصل اساس آزادی سلبی یا منفی رو مورد سوال قرار میده. و ما میدونیم که برای لیبرالیسم کلاسیک، حتی تو آدمایی مثل آیزاک برلین، موضوع اصلی لیبرالیسم موضوع نگاتیو لیبرتی و آزادی سلبیه، یعنی که انسان فرد چه انتخابی میکنه و چه موانعی جلو پاش هست برای اینکه جلو این انتخابشو بگیره. این موانع از انسانهای دیگه میاد، بحث مونتسکیو در روح القوانین، و از دولت ها میاد یا از حاکمیت ها میاد که اجازه نمیدن که او اون انتخابشو به در واقع به کنش بذاره، درسته؟ هگل این براش اصلا مهم نیست، یعنی اینجا تکلیف خودشو با آدم های از هابز و لاک به اون برتر روشن میکنه که من برام به عنوان فیلسوف این جنبه ای که لیبرال ها میان مطرح میکنن، این جنبه اصلی اراده و جنبه اصلی حق و جنبه اصلی آزادی نیست، برام جنبه های دیگه هستش که مهمتر هستش. بنابراین واقعیت فلسفه حق هگل اینیست که در این قسمت از اینکه تو چه چیزی رو انتخاب میکنی یا انتخاب نمیکنی پایان نمیپذیره و در اراده آزاد در حق انتخاب نیستش. حرکت آزادی، حالا من یه نکته دیگرم بعدا میگم ولی اول این نکته رو بگم، اولین حرکت آزادی از نظر هگل در فضای بیرونی صورت میگیره، در جهان بیرونی صورت میگیره. میدونین که ما مرتباً، اونایی که با من پدیدارشناسی رو خوندن، ما یک حرکت دوگانه در فلسفه هگل داریم، ما هی میریم در فضای بیرونی، وارد دو مرتبه ذهنی میشه، فهم از اون فضای بیرونی داریم، دو مرتبه آن چیزی که ذهنی شده میاد شکل بیرونی خودشو پیدا میکنه، دو مرتبه با درونی بشه. مثال خیلی راحتش رابطه بین عصر روشنگری و انقلاب فرانسه است. عصر روشنگری یک پروسه ذهنیه بین روشنفکران و نخبگان جامعه اروپای قرن 18 داره صورت میگیره، نتیجه روشنگری انقلاب فرانسه است، ولی انقلاب فرانسه به عنوان یک واقعیت تاریخی دو مرتبه باید بیاد فلسفی بشه که فلسفیش از طریق هگل و کانت و ایدالیسم آلمانی میشه، یعنی فلسفی که در موردش میان فهم میکنن و فکر میکنن و تبدیلش میکنن به یک فلسفه سیاسی. بنابراین این رابطه بیرونی درونی رو ما مرتباً، یا ذهنی و عینی رو ما مرتباً داریم. و اینجا چیزی که نقطه حرکتی که هگل ازش صحبت میکنه، باز با یک نیم نگاه به لیبرالیسم، مسئله مالکیت
و مسئله تصاحبه. یعنی اعتقاد داره که تصاحب یا صاحب چیزی شدن، یک برای کسی که میخواد، یعنی برای اراده که میخواد آزاد باشه، یک موفقیت خیلی بزرگه و این آزادی بیرونیشو میاد ثبت میکنه، میگه من آزادم بنابراین این مال منه، یا من میتونم مالک این باشم. از جان لاک، دقیقا فلسفه جان لاک، یعنی من با مالکیتی که دارم آزادی خودم تعیین و تکوین و تأمین میکنم با مالکیتی که دارم. آزادی من با این مالکیت شکل خودشو پیدا میکنه. و اینجا دقیقا در پاراگراف 44 هگل همینو میگه، شخص حق دارد که اراده خود رو در چیزی قرار دهد، آن چیز از آن من شود. آزادی خودشو در چیز قرار ده، آن چیز از زمان من شود. یعنی مسئله تصاحب و مسئله مالکیت هستش. خب البته هگل باز اینجا جان لاک رو داره نقد میکنه و برخلاف جان لاک به نوع مالکیت و نتیجه زحمت فرد میدونه و معتقده که اینجا یه نوع برحال ارزشی مطرح میشه که یک ارزش اقتصادی هستش، از نظر هگل این ارزش اقتصادی اینجا مهم نیست و اصلا اینجا ارزش اقتصادی نیست که مطرح میشه. ما هم تو که در برای کسانی که فلسفه حق رو خوندن میدونن که نظام احتیاجات و اون جایی که مسئله نظریه اقتصادی مطرح میشه در جامعه مدنیه برای هگل، نه اینجا، درست برخلاف جان لاک که اینو در این مرحله قرار میده. هگل میاد این بحث اقتصادی میبره در جامعه مدنی قبل از جامعه سیاسی، یعنی قبل از بحث دولت میاد اونو مطرح میکنه. و این به نظر من این نکته بسیار مهمی هستش. خب نکته آخر، برای اینکه خب اینقدر بحث زیاده که من نمیتونم درباره همشون این هفته الان صحبت کنم، ولی نکات سعی کردم که به نوعی لب کلام هگل بیام بحث کنم که بتونیم که بعد به مرحله بعدی هم برسیم. ما تا اینجا که آمدیم و هگل ما رو آورده، این انکشاف اراده آزاد ناتمامه از نظر او. ما نمیتونیم بیام بگیم که، باز من تکرار میکنم، ما نمیتونیم از نظر هگل بیایم و در این بخشی که لیبرالیسم براش همه چی دیگه تموم میشه، ما فلسفه هگل رو تموم کنیم، چون خودش فلسفهش رو اینجا تموم نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی در حق انتخاب فردی مسئله آزادی تموم نمیشه، در حق مالکیت مسئله آزادی تموم نمیشه. دو تا نکته بسیار مهمه برای بحث مدرنیته از نظر هگل. ما اینجا در یک وضعیت ناتمام هستیم، برای اینکه من از نظر هگل میگه وقتی که من مالک چیزی میشم و به اراده آزاد خودم یک موجودیت بیرونی میدم، یعنی با اون موجودیت بیرونی خودم رو میام تعریف، اراده آزاد خودم رو تعریف میکنم، کماکان اراده من مثل اون نکته که در مورد انتخاب هست یک حالت دل بخواهی داره و آزاد نیست. متوجه این؟ کاملا حالت آربیتری داره و آزاد نیست. از نظر هگل لاغر اینطوری است که آزاد نیستش. پس من اینجا چه چیزی کم هستش که البته هگل اینو در پدیدارشناسی قبلا گفته، اینجا چیزی که کم هستش اون بازشناسی من توسط یک دیگری است، یعنی دیالکتیک خدایگان و بنده، یعنی رابینسون کروزو و جمعه. مثالاش خیلی حالا، رابینسون کروزو آمده میگه که من این جزیره که الان توش افتادم و این کلبه که ساختم، این کلبه از آن منه، درسته؟ ولی اینو به تنهایی داره برای خودش صدق میکنه و تصدیق میکنه و مشروعیت بهش میبخشه. خب اصل موضوع نیست که وقتی که یک کسی به نام مثل جمعه پیدا میشه که اصل قرارداد اجتماعی هست، اون جمعه باید بیاد تصدیق بکنه که آقای رابینسون کروزو، من میفهمم که تو میگویی که این مالکیت مال منه. یعنی بحث ریکاگنیشن که هگل در اون دیالکتیک خدایگان و بنده به زیبایی اینو میگه، خدایگان احتیاج داره به بنده که بگه من خدایگان تو هستم. و البته هگل به این نتیجه میرسه که کسی که آزادی داره اون بنده است، نه خدایگان.
چون خداگان همیشه اسیر اون بنده است که این ریکاگنیشن از اون بگیره، که بگه تو منو مشروع میدونی دیگه، من هستم که بر تو دارم حکم فرمایی میکنم. شما به محضی که این بحث باز مدرن مدرنیته کانسنت رو بذارین کنار، به قول جین شارپ کانسنت که بره تمام قدرت ها سقوط میکنن. میدونین که در کتاب معروفش جین شارپ از دیکتاتوری تا دموکراسی این بحث رو میکنه که مبارزه خشونت پرهیز از اونجا شروع میشه که مردمی میگن ما دیگه شما رو تصدیق نمیکنیم به عنوان حاکم در این جامعه، و ما تمام اون مشروعیت که شما دارین رو مورد سوال قرار میدیم به عنوان مردمی که ما شما رو دیگه قبول نداریم. خب این دقیقا بحث ریکاگنیشن هگله، یعنی بحثی نیست که من تو رو قبول دارم، میشناسم، باشناسی میکنم، حالا میتونیم هر جور دوست داریم ترجمه کنیم کلمه ریکاگنیشن رو، ولی من یه جوری قبول میکنم که تو هم در کنار من هستی. حالا اینجا تمام این بحث 200 سال گذشته واقعا که ما داریم در فلسفه با یه قولی مثل هگل صورت گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه هگل میاد و یه دیگه حرفی از این بزرگترین حرفی که ممکنه رو میزنه و میگه که من میام و آزادی رو اینطوری معنا میکنم، آزادی هستش being at home with oneself in another، یعنی by the self sign in einem anderen، من خودم رو در خانه خودم وقتی میبینم از طریق دیگری اینطوری هست، درسته؟ یعنی که دقیقا بحث ریکاگنیشن، یعنی من با او که با هم در کنار هم قرار میگیریم با هم دیگه میتونیم قرارداد اجتماعی رو داشته باشیم و این مسئله آزادی مطرح بشه. حالا همونطور که میدونید فیلسوف یهودی فرانسوی به نام لویناس، تمام که در اگورام صحبتش کردیم، ایرادی که میگیره به فلسفه غرب این نیست که فلسفه غرب به قول او کلمه اگولوژیک رو به کار میگره، ایگوی دکارتی رو به کار میگره، میگه فلسفه غرب از افلاطون تا کنون ایگولوژیکال بوده. حالا من کلمه انگلیسیش رو به کار میگرم ولی اون به فرانسه میگه، که این کلمه ایگوه یا ایگو کوجیتو ارگو سوم، یعنی همش آمده خودش خودمحوری یا سوژه محوری یا فاعل محوری داشته، و او البته هگل هم نقل میکنه لویناس، ولی واقعیت این نیست که هگل فلسفهش اگولوژیک نیست. چون اگر هگل بیاد و چنان که کرده بیاد و آزادی رو اینطوری معنا کنه که آزادی این نیستش که من به تنهایی در خانه خودم باشم و یعنی در جهان من خودم به تنهایی باشم، بلکه این نیست که من چگونه با دیگری در اون جهان باشم، در برای اون دیگری که خود لویناس هم مطرح میکنه هگل مطرح کرده و اونو در پدیدارشناسی در همین بحث ریکاگنیشن میکنه، و اینجا هم همینطور هستش که میاد و این بحث رو دو مرتبه مطرح میکنه که من باید ما به یک، و این بحث روسوه که ما باید به یک نوع اراده مشترک برسیم اگه میخوایم به این اراده آزاد برسیم. اراده آزاد اراده فردی نیست، اراده باز تکرار میکنم اراده حق انتخاب نیست، حق مالکیت نیست. برای دوستانی که خیلی به سوسیالیسم علاقه‌مندن، ریشه‌اش اینجا سر هگله. حق مالکیت نیست، حق مالکیت فردی نیست. حق مالکیت فردی تو رو اون دیگری رو حذف کرده، خب بنابراین آزادی هم مطلق شده است از نظر هگل و نمیتونه که شکل خودشو پیدا بکنه. خب هگل در پاراگراف 71 این کتاب میگه که مالکیت چیزی نیست که من به تنهایی درباره اون تصمیم بگیرم، مالکیت چیزی نیست که من به تنهایی دربارش بتونم تصمیم بگیرم، چنانکه دولت چیزی نیست که من به تنهایی بتونم دربارش تصمیم بگیرم، چنانکه جامعه مدنی چیزی نیست که من به تنهایی بتونم دربارش تصمیم بگیرم، چنانکه خانواده چیزی نیست که من به تنهایی بتونم دربارش تصمیم بگیرم، چون در خانواده همیشه دو نفر هستن، حتی در خانواده هموسکسوال هم دو نفر هستن، درسته؟ حالا نفر سوم حالا در میخوایم داشته باشیم میخوایم نداشته باشیم، هگل اعتقاد داره باید داشته باشه، ولی برای دو نفرش که هستن خانواده معنی پیدا نمیکنه دیگه، میشه یک زندگی فردی اینا. خب بعد بنابراین اینجا وقتی که ما داریم در مورد، یعنی هگل با استنباط از روسو، ژان ژاک روسو و کتاب کنترل سوسیال روسو میاد و این بحث قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنه، ولی روسو رو میخواد
تکمیل کنه، برای اینکه هگل همونقدر که با هابس و لاک و کانت درگیری داره با روسو هم داره، ولی خب قبول داره که روسو برای حرفای خیلی درستی زده چون تکرار میکنه مثل کانت حرفاشو، ولی اعتقاد داره که قرارداد اجتماعی باید که نه تنها یک موافقت نامه باشه، یک موافقت نامه عقلانی باشه که میانه دو فرد تنظیم میشه، ولی که باید به نوعی این تضاد درونی بیرونی رو بیاد حل بکنه. یعنی ما نمیتونیم، چون من گفت با تکرار میکنم، مالکیت یه چیز کاملا فقط بیرونیه، پس اون جنبه ذهنی چی میشه؟ یعنی شما چگونه میتونیم اون جنبه ذهنی رو مطرح بکنیم؟ شما چگونه از نظر هگل ما نمیتونیم فقط در دنیای منها باشیم، ما باید در دنیای ما باشیم. درسته قرارداد اجتماعی یا جامعه سیاسی در زمینه ما میاد خودشو مطرح میکنه، نه منهایی که کنار هم قرار گرفتن. این منها اگه هزاران میلیون ها منم در کنار هم قرار بگیرم، باز قرارداد اجتماعی نمیتونن توصیف بکنن. یک جامعه اتمیزه شما داری که از منهای گوناگون شکل گرفته و این منها در کنار همدیگه قرار گرفتن. پس این مرحله بازشناسی مرحله بسیار مهمی هستش که هگل میاد و در مورد اون صحبت میکنه. خب من اینجا بحثم رو خاتمه میدم، به خاطر اینکه هفته آینده بعد دنباله این بحث رو پیش میبرم، ولی الان فکر میکنم که با تمام این نکاتی که براتون گفتم به اندازه کافی پرسش در ذهنتون به هر حال به وجود آمده که بیایم و بحث جالبی رو با هم داشته باشیم. خب ببینیم، من این نقد پوپر از هگل از جمله چیزایی است که مرتبا برای کسانی که عمیقا هگل رو نمیخونن تکرار میشه، و من فکر میکنم که اینجا چند نکته هست. یکی اینکه پوپر فیلسوف سیاسی خیلی مهمی نیست، معرفت شناس خیلی مهمه و در فلسفه علم هم خیلی حرفای جدی و مهمی زده، ولی در زمینه فلسفه سیاسی خیلی ضعیفه و من زیاد اعتقادی به حرفای پوپر در زمینه فلسفه سیاسی ندارم. به ویژه این که پوپر موقعی که جامعه باز و دشمنانش رو نوشته مسئلهش هگل نبوده بلکه سوسیالیسم بوده و میخواسته دعوای با سوسیالیستا و دعوای با مارکسیسم داشته، و خب اون وسط در واقع آمده و فیلسوفانی مثل هگل و اینا رو هم به نوعی آورده تو این فکری که میخواست، نقدی که میخواسته از توتالیتاریسم یا نقدی که از کمونیسم بکنه. اشکال بزرگ پوپر در این است که وقتی که داره به فلسفه سیاسی هگل میپردازه، و اینو خب هگل شناسای مهمی مثل اوینری، پیپین، پاپرزاک، خیلی دیگه آمدن و دربارش بحث کردن، همین آلنبوت آلنبوت اینا همه کسانی که کتابای کافمن، کسانی که در مورد مفسران هگل بودن، این است که هگل فرد در خدمت دولت نمیخواد قرار بده، هگل فرد در کنار دولت میخواد قرار بده، بلکه هم دولت از نظر اون جامعه سیاسیه، یعنی در مقابل جامعه، در کنار جامعه مدنی یا تکمیل شده جامعه مدنی، جامعه سیاسیه که دیگه درش نظام احتیاجات اقتصادی و تبادلات اقتصادی مطرح نیست، بلکه روابط شهروندی هم مطرحه و اسم اونو دولت میذاره دولت، و به نوعی یه بخشی از ساختارش میتونه ساختار دولت باشه، ولی اونو باید شما اون بخش رو باید به عنوان جامعه سیاسی بخونی و نه به عنوان یک دولت توتالیتر مثلا، چون هگل به هر حال دولت توتالیتر که صحبت نمی‌کنه، هگل داره نه ما رو می‌خواد به سمت و سوی یک محافظه‌کاری تیپ مدرنش ببره که امروز ما داریم، نه می‌خواد ما رو به طرف یک نوع نئولیبرالیسم یا لیبرالیسم ببره، یه چیزی این وسط هستش، ولی مهم اینجاست که مفاهیمش رو خوب بفهمیم. نکته دوم، تمام بحث منطق هگله که با منطق ارسطویی خیلی تفاوت اساسی داره و من اتفاقا اینو پایتخت مخصوصا نوشتم. هگل وقتی که در از اصالت عقل داره صحبت میکنه، اصالت عقل برای او اصالت صورت معقول هم هست، و صورت معقول چیه؟ صورت معقول در واقع مراحلی از این سیر تکوین حقیقت، یعنی این صورت‌های عقلی شکل‌های مختلف می‌گیرن از نظر پدیدارشناختی منطقی و تاریخی از نظر هگل، مطلق نیستن،
من این مراحل رو هگل به ما مرتبا داره نشون میده و هفته پیش تکرار کردم، بازم میگم لطفا نگین تز آنتیتز سنتز، این یه چیز اشتباس، کلمه‌ای که اصلا هگل استفاده نمیکنه برای اینکه این سیر تکوین حقیقت رو بیاد دربارش توضیح بده. بنابراین ما باید اینو به این صورت، در واقع اصالت عقل رو باید در این رابطه صورت‌های معقولی ببینیم و یا صورت‌های عقلی ببینیم، که و این صورت معقول خودش مرحله از شکلگیری ایده است. اون ایده‌ای که میگه و برای شما ممکنه یک چیز خیلی مبهم باشه، مرحله از این صورت معقول هستش که هگل دو درباره صحبت میکنه. ابهام دوم که باز با خوانش درست از این کتاب حل میشه و به ویژه در پاراگراف دوم این کتاب هگل میان مطرح میکنه، اینیست که در مورد معنای حق هگل میگه که ما یک تفاوت گذاری کردیم و آمدیم نگرش تاریخی حقوقی رو از نگرش فلسفی جدا کردیم. این دو نگرش از همدیگه جدا نیست وقتی که ما میخوایم بیایم درباره مسئله حق صحبت کنیم. حقوقدانا میان فقط به اوریجین حقوقی یا تاریخی حق میپردازن، مثلا مثل اینکه رومیا در مورد لجیسلیشن چه صحبتی کردن. از اون طرف هم ممکنه فلسفی باشن که اصلا تاریخ براشون مهم نباشه. هگل میگه همه هر دوتا اینو مهمن وقتی ما داریم درباره معنای حق صحبت میکنیم، هم سیر تکوین تاریخیش رو در نظر بگیریم، هم سیر تکوین فلسفیش رو در نظر بگیریم. اینا رو جدا از همدیگه نمیتونیم مطرح کنیم به نوعی که پوزیتیویسم حقوقی میاد مثلا مطرح میکنه و یکی از دلایلی که این ایراد میگیره این هستش. سوم نکته‌ای که هگل، یعنی در سوالاتی که شما کردین که هگل میاد مطرح میکنه و کلمه تعین یا تعین یافتگی رو میاد مطرح میکنه، کلمه آلمانی بشتیمونگ، هگل میگه که آزادی رو ما میتونیم به معنای یک نوع اتانومی، خودمختاری بیایم مطرح کنیم، که این خودمختاری خودتعین یافتگیه. ولی این خودتعین یافتگی که از نظر هگل اشاره به دیگری هم داره، متوجه این؟ یعنی دقیقاً استفاده که کلمه که استفاده میکنه اینیست که این یک نوع دترمینیشنیست که دیگری هم در نظر میگیره، بلکه خودتعین یافتگی نیستش که فقط در خودش غرق بشه، دیگری هم براش مسئله ایست که مطرح میشه. سوم این بحث، این که بحث اراده و بحث طبیعت. اراده چی هستش؟ اراده تجلی خودآگاهی انسانه. انسان وقتی خودآگاه هستش و خودآگاه میشه، و اینو پدیدارشناسی به ما خوب نشون میده، انسان وقتی خودآگاه میشه از موجودیت خودش آگاهی پیدا میکنه است که اراده میکنه. این روانشناسی هم کودک هم به ما اینو نشون میده، لکان هم اینو به ما میگه، درسته؟ شما این وضعیت ارادی رو در یک کودک هم موقعی دارین که این آگاهی از خودش به وجود بیاد، درسته؟ مثلا خودش رو تو آینه میبینه، بازشناسی که از خودش تو آینه میکنه، انسان بودن خودش رو کشف میکنه، اونجا بر مرحله ارادی قرار میگیره. حالا این مرحله ارادی که درش قرار میگیره که خودش رو خواست خودش رو داره، مثلا از مدفوع خودش خوشش میاد به قول لکان، یا با آلت تناسلی خودش ور میره، درسته؟ داره خودش رو کشف میکنه دیگه، یا نوعی دیگه. این الزاماً اراده آزاد که نیست، حالا در زبان هگلی اینجا هنوز به آزادی که نرسیده، اینجا داره در اراده خودش رو کشف میکنه، داره خودش رو موضوع خودش قرار میده، ولی خارج از حیطه طبیعی قرار میگیره، اینجا در حیطه انسانی بشر قرار میگیره. و اتفاقا اینجا بحثی که خیلی بحث جالبی هستش اینیست که انسان دارای قدرت تغییر یافتگی خودآگاهی هستش، یعنی انسان میتونه سلف ترانسفورم بکنه خودشو، در همه مراحل هم میتونه سلف ترانسفورم بکنه، هم میتونه در سیر قهقرایی بره،
از همه نظرها هم میتونه که بره به سیر سعودی از نظر فکری، میتونه یه آدمی بشه که فرض کنه که فاشیست بشه و فکر کنه که در کشتن آدم ها و شکنجه دادن آدم هاست که معنای خودشو میتونه کشف بکنه به عنوان یک اس اس، ولی میتونه یک خلاق بزرگی مثل موزارت، بتوون یا پیکاسو هم بشه که در خلاقیتش هستش که میتونه اون معنای آزادی واقعیش و انسانیشو پیدا بکنه. درسته ما هر دو رو در بشریت داریم، یعنی همین بربریت رو داریم، همین تمدن سازی رو داریم که هگل اتفاقا این دوتا رو در کنار هم قرار میده، پشت به پشت هم هستن که این دوتا با هم هستن. پس این تغییر یافتگی خودآگاهی هم خیلی مهم هستش. ولی اینجا من یاد این حرف چارلز تیلور میفتم، چون چارلز تیلور که میدونین که یکی خودش یه نیو هگلیانه، چارلز تیلور میگه که انسان تنها حیوانی هستش که قدرت خود تعریفی و خود تعویلی رو داره، سلف اینترپریتیشن داره، میتونه در مورد خودش تعویل و تفسیر بکنه که من این چیه که من هستم، چیز مزخرفی هم من مثلا در قرن 21 یا مثلا من نه خیلی چیز نابیم، موجود نابیم، یا من چه قدرتی دارم میتونم تمام جهان از بین ببرم، یا من چه موجود کثیفی هستم که میتونم جهان از بین ببرم. این قدرت خود تعویلیه دیگه، ما هممون داریم مرتبا داریم خودمون تفسیر میکنیم و تعویل میکنیم و به ویژه در رابطه با همدیگه میکنیم، برای اینکه اون دیگری وقتی روبر اون قرار میگیره است که ما این خود تعویلی رو بیشتر داریم که آیا من شوهر خوبیم، همسر خوبیم، برادر خوبیم، خواهر خوبیم، پدر خوبیم، مادر خوبیم، معلم خوبیم، انسان خوبیم، شهروند خوبیم یا نیستم، یا هیچ کدوم از اینا نیستم، یا اینکه من رهبر خوبیم، پوپولیست خوبی هستم، آیا دروغگوی خوبی هستم، تاجر خوبی هستم، همه اینا، تمام اینا. و الان یه دفعه یاد یه چیز خیلی جالب افتادم، چون این سر تکوین حقیقت که میبینم یاد بابی فیشر افتادم که یه شخصیتش بر من خیلی جذابه، همیشه جذاب بوده این آدم. و بابی فیشر ازش میپرسن که تو چرا شطرنج بازی می‌کنی؟ ببینیم نابغه عظیم شطرنج، تاریخ شطرنج دیگه، میگه برای اینکه من به دنبال حقیقتم. این جمله معروف بابی فیشره، من به دنبال کشف حقیقتم، من شطرنج بازی میکنم برای اینکه حقیقت رو کشف کنم. و اتفاقا اون شطرنج بازی دیگه ای که من تصدیق کنم اگه اشتباه کردم، به نام استاین، شطرنج باز معروف، خدا رو به عنوان رقیب خودش، معروفه خدا رو به عنوان رقیب خودش میاد و اون موقعی که دوچار جنون میشه، چون اینا همشون چی؟ اشتاینز میاد اینو به عنوان رقیب خودش خدا رو انتخاب میکنه و میگه من اصلا خدا رو هم شکست دادم در این بازی شطرنجی که کردم. خب این سلف اینترپریتیشنه دقیقا، میدونی؟ یعنی این قدرتیست که اینجا هگل داره ازش صحبت میکنه که مسئله انتخاب دل بخواه دیگه نیستش. یعنی چی؟ یعنی که دقیقا انتخابی که ارادهی که از نظر هگل دیگه انتخاب دل بخواه درش نیست، قدرت ریپرزنتیشن داره، قدرت بازنمایی خودش داره، قدرت سلف اینترپریتیشن داره، خود تعویلی داره، خود تفسیری داره. و اینجا هستش که قدرت آزاد بودن را هم پیدا میکنه و به نظر من این نکاتی است که خیلی مهم است. این بحث فکر کنم هفته آینده باید یه مقداری عمیق‌تر بکنم. ببینید در این که هگل در مورد این سگانه صحبت میکنه، این تریپتیک، و مارکسیسم بعدها آمده اینو از هگل گرفته، در این شک نیست. فقط هگل هیچ جا کلمه تز و آنتی تز و سنتز رو به کار نمیبره. اتفاقا دو فیلسوفی که قبل از اون اینو به کار میبرن، یکی کانت در آنتینومیاش، در سنجش خرد ناب، و دیگری فیشته است که هر دو این تز آنتی تز سنتز رو مطرح میکنه. و میدونی که موضوع آنتینومیا موضوع دیالکتیکی نیست از نظر کانت. یعنی کانت اونجایی که میاد و میگه که ما ممکنه یه تزی داشته باشیم، در مقابلش آنتی تزی داشته باشیم، و خودش میاد میخواد این آنتینومی رو حل کنه، مثالی که میزنه مثلا اینیست که تز اینیست که بحث همین قایت شناسیه جهان بیکرانه، بی پایانه، آنتی تزش اینیست که جهان پایان پذیره مثلا. درسته. و
از لابلای این میخواد اون بحث آنتینومیاشو بکنه که اصلا بحث هگل نیست و این بحث اصلا به این صورت مطرح نمیشه. حالا هگل در واقع اون بحثی که میکنه در جاهای مختلف این بحثو میکنه که این سگانه رو میخواد مطرح کنه، در درجه اول در منطقش هست که مسئله هستی یا وجود که مطرح میشه، یعنی بین که مطرح میشه، هگل میگه که در مقابلش مسئله نیستی رو ما داریم، چون هر چی که هست نیست میشه، درسته؟ و این رفت آمد بین هستی و نیستی رو هگل در بحث هراکلیتوس اتفاقا مطرح میکنه که جلسه ای داشتیم که از هند ما داشتیم، در بحث شوند یا گردیدن، یعنی بیکامینگه. هگل میگه حرکت همش بیکامینگه، دیالکتیک همش بیکامینگه، آن چیزی که برای ما مهمه و این بحث هراکلیتوسه بیکامینگه، نه فقط هستیه، نه فقط نیستیه، بلکه آن شوند یا آن گردیدنی است که هستی و نیستی رو به هم دیگه وصل میکنه، یعنی موجب میشه که آن چیزی که هست نباشه و آن چیزی که نیست دو مرتبه باشه، میدونی؟ برای اینکه نیستن بالاخره یه نیستیه، هست، به نوعی هست، و اونش این بیکامینگه. بنابراین چه چیزی مهم هست؟ و به خاطر همین هم هگل میگه که هراکلیتوس فیلسوف بسیار مهمیه، چون داره همون منطق هراکلیتوس رو میاره دو مرتبه در مدرنیته پیاده میکنه. بیاد ببینی که این منطق گردش یا گردیدن هستی یا حقیقت به چه معنایی میاد خودشو نشون میده در پدیدارشناسی یا در تاریخ یا در منطق، یعنی آیا ما در هر مرحله از تحول بشر ما فقط به یک مطلق رسیدیم یا این مطلق مرتبا مورد سوال قرار میگیره، برای اینکه ما به یک درجه از خودآگاهی میرسیم که متوجه میشیم که فرض کنیم مثلا آقای دونالد ترامپ مساوی نیست با سیاست، ما سیاست رو میتونیم جور دیگه بیایم توصیف کنیم، یا فاشیسم مساوی نیست با آزادی، بلکه آزادی رو میتونیم جور دیگه بیایم مطرح بکنیم. پس ما با اون نتیجه‌ای که به صورت مطلق رسیدیم در واقع توهم از نظر هگل، یک حقیقتی است که دوچار توهم شده. یا بحث دونکی شد که فکر میکنه که حالا همه چی آسیابی بادی و یعنی دشمنانش که به صورت آسیابی بادی رو که میبینه اون قولهایی رو میبینه که باید براشون برای دورچینه باید چیز کنه، مبارزه کنه برای اینکه به عشقش برسه. خب هگل میگه که این خب این واقعیت به دور افتاده، این واقعیت نمیدونه که چیه، واقعیت که در اینطوری مطرح نمیشه که فرض کنی، یا مثلا برای رواقیون اونطور که مطرح میشه یا چیزای دیگه. پس این خیلی این موضوع مهمیه، و اونطوری که هایدگر در درسایی که در قبل از جنگ بین الملل دوم آمده و در باره هگل داده، اینطوری میاد مطرح میکنه که هگل میاد و مرحله اول به صورت کنسلشن، مرحله دوم به عنوان پریزرویشن آن چیزی که کنسل شده، و مرحله سوم به عنوان الیویشن مطرح میکنه. هایدگر هم به عنوان یک فیلسوف آدمی که تاریخ فلسفهشو میشناسه نمیاد بگه تز آنتیتز سنتز، میگه کنسلشن، پریزرویشن، الیویشن، درسته؟ یعنی این مراحل باید به این صورت دیده بشه. حالا یا همین در خود برای خود و در خود و برای خود، شما میارین اینو تو کانتکست سوسیالیستی یا آنارشیستی، یعنی کسانی که هگل خوندن ولی ازش میخوان یک استنباط سیاسی هم بکنن، اونا میان میگن بردهداری، فئودالی، سرمایه‌داری. شما به من بفرمایید که بردهداری، فئودالیسم و سرمایه‌داری تو این کانتکستی که هگل میگه و با اون صورتی که اونا میفهمن یا آدمی مثل لنین میفهمه چه معنایی میتونه پیدا بکنه؟ چگونه بردهداری در فئودالیسم تونسته پریزرو بشه به اون معنایی که مارکسیست رو میفهم؟ نمیگم پریزرو شده، که میگن نابود شده، ما به یک مرحله دیگه رفتیم، و مرحله آخرم که اعتقاد دارن که سوسیالیسم میاد کاملا نابود میکنه، چیزی رو حفظ نمیکنه، مگه قرار چیزی رو حفظ بکنه از بورژوازی یا از سرمایه‌داری؟ قرار نابودش بکنه کاملا. در فلسفه هگل شما نابودی رو ندارین، شما نابودی رو ندارین، به خاطر اینکه شما همیشه در این گردش یا شوند یا گردیدن هستید، درسته؟ یعنی شما به مرحله، و این اینجا هست که فلسفه حق هگل معنا پیدا میکنه و پیش گفتارش، ما به هر قسمتی از واقعیت که برسیم
اندیشه درباره اون واقعیت بعدش میاد، فلسفه در مورد اون واقعیت بعدش میاد. ما هر چی رو نابود کنیم باید بعدش بشیم به در مورد اون چیزی که نابود کردیم فکر بکنیم. ما وقتی که اروپا رو با خاک یکسان بکنیم، ما موقعی که رژیم شاه رو نابود بکنیم، ما موقعی که فرض کنیم انقلاب فرانسه میاد پادشاهی رو نابود میکنه یا بعد خودش دوچار رعب و وحشت میشه، فلسفه وظیفه‌اش اینه که بیاد و جغد مینروا در غروب آفتاب در واقع در شامگاهان به پرواز در میاد و میشینه در موردش فکر میکنه، چون اندیشه بعدش میاد، اندیشه در همون زمان نمیاد. بنابراین آن چیزی که برای هگل مهم هستش اندیشه در مورد بردهداری است، اندیشه در مورد فئودالیسم هست، اندیشه در مورد سرمایه‌داری هستش و اینکه شما این فرصت پیدا بکنین که بتونین در موردش فکر بکنین. حالا یکی از موضوعاتی که یکی از کسانی که در جلسات اگارا شرکت میکنه الان اینجا نیست، بر من به صورت پرسه سوال فرستاده بود و پرسش خیلی جالبی از نظر هگلی، چون هگل درباره صحبت میکنه و پرسش امروزی ماست، اینیست که هگل میگه که اونم در تاریخ فلسفهش میگه، درسای درباره تاریخ فلسفه میگه، چطوری که انسان ها موجودات عقلانی هستن، آزادی رو هم فهم میکنن، به دنبال آزادی هم هستن، ولی بردهداری هم براشون معنا پیدا میکنه و بردهداری دارن و این واقعیتیست. ما چگونه ممکنه که در قرن بیستم کشوری مثل عربستان سعودی داریم که در 1948 وقتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند رو میخوان بیان و بنویسن، دو کشور جهان یعنی آفریقای جنوبی و عربستان سعودی حاضر نمیشن که اینو امضا بکنن، یکی به خاطر آپارتاید یعنی تبعیض نژادی و اون یکی به خاطر بردهداری. خب اینجا شما در مورد یک عرب سعودی چگونه میتونید صحبت بکنید؟ میگین که این عرب سعودی آزادی اصلا متوجه نیفهمه؟ یعنی این انسان نیست؟ یه سر و دو گوشه فقط؟ نه، چنین چیزی نیست. شما وارد اگه یه همچین بینشی داشته باشیم خودمون یه بینش ریسیستی خواهیم داشت. اینجا خودآگاهی به یک درجه نرسیده که او حتی اگه فکر کنه که من میتونم آزاد باشم، این آزادی رو بتونه به تحقق برسونه. و به خاطر همینی که در بعضی ممالک جهان شما دموکراسی دارید یا نوعی از دموکراسی دارید، نوعی از آزادی‌های مدنی رو دارید و در بعضی از کشورهای جهان آزادی مدنی رو اصلا ندارید. چرا؟ به خاطر اینکه اون فهم آزادی وجود نداره. همه خودشونو، من این جوابی است که به اون دوستمون دادم، همه خودشونو، تمام کشورهای جهان، تمام فرهنگ‌های جهان، تمام تمدن‌ها خودشونو مستحق آزادی و مستحق دموکراسی میدونن، مستحق، ولی همشون نمیتونن اینو به تحقق برسونن. و وقتی از خودشون سوال میکنن که چرا ما نمیتونیم، اگه بکنن این سوال که ما ایرانی اینو، این سوالو اتفاقا نمیکنیم و اینجا هگل برای ما خیلی مفید خوندنش، از خودشون نمیپرسن که ما چرا نمیتونیم، میگن برای اینکه نمیذارن. یا یک تئوری توطئه هست که نمیذاره، یک دست نامرئی هست که نمیذاره، یا اینکه یه حاکمیتی هست که نمیذاره. یعنی ما همه اون قابلیت آزاد بودن رو داریم ولی کسانی هستن که نمیذارن. حالا ما بحث از اون رو با مطرح میکنم، آیا ما قابلیت این آزادی رو داریم یا نداریم؟ این بحثی که هگل میکنه. و اگر ما این آزادی رو به دست میاریم که چنان که ممکنه در یک دوره از تاریخمون به دست آورده باشیم، حالا دوره کوتاه، آیا قابلیت حفظش هم داریم یا نه؟ preservation. آیا داریم یا نه؟ نه نداریم، نداشتیم. خیلی از کشورها ندارن، خیلی از فرهنگ‌ها ندارن، از دست میدن، نمیتونن اینو تبدیل بکنن به حق، نمیتونن تبدیلش بکنن به دستگاه حقوقی، نمیتونن تبدیلش بکنن به نظام پارلمانی، نمیتونن تبدیلش بکنن به یک استمرار سیاسی که اگر خطر فاشیستی هم باشه، پوپولیزم هم باشه، نتونه نابودش بکنه. یعنی تمام کوشش هم بکنه که این نابود بشه ولی نتونه نابودش بکنه، یه جایی بتونه اینو حفظ بکنه. خب این موضوع اساسی است که هگل باش به نظر من تو اینجا درگیر هست، یعنی ما چگونه بتونیم یک قوام سیاسی داشته باشیم. چرا؟ چون خودش فراموش نکنید از جنگ‌های ناپولونی و انقلاب فرانسه داره میاد،
یعنی آدمی است که شاهد این وقایع بوده و شاهد آلمان هستش یا پروسی است که چند پارچه است و خب میبینه که اوضاع احوال به هم ریخته چقدر میتونه که وخیم باشه از نظر سیاسی و فلسفی. خب چگونه ما میتونیم این وضع رو نگه داریم؟ درسته؟ حالا اینجا نکته آخری که ما درباره صحبت باید میکردیم دقیقا همین بحث اکچوالیتیه، یعنی تحقق پذیری است که هگل داره درباره صحبت میکنه. برای هگل همه چی این کلمه اکچوالیتی رو مرتبا میاد هگل مطرح میکنه، یعنی چگونه چیزی میتونه واقعی باشه. واقعی باشه یعنی چی؟ یعنی چگونه به تحقق برسه، یعنی اون چیزی که درش هست به تحقق رسیده باشه. یعنی وقتی میگه آزادی واقعی یا یک فکر واقعی، یعنی آن چیزی که در ذاتش هستش اون آن چیز به تحقق واقعا به تحقق برسه. و خب اینجا تمام این نکاتی که هگل میگه نکات مهمیه برای اینکه ما متوجه بشیم که این سیر تکوین حقیقت در کنار سیر تکوین فلسفه سیاسی اینها چگونه میتونن که این نقش مهمیشون رو ایفا بکنن. و دقیقا همین موضوع اکچوالیتی هستش. و اینجا در همین پاراگراف اول میگه اکچوالیتی اون موقعی است که بتونه یه چیزی خودشو به صورت کانسپت، به صورت مفهومی بیاد مطرح بکنه، یعنی این حالت کانسپچوالایز رو به دست بیاره. حالا کانسپت رو بعد میاد یه چند خط پایین ترش میگه که کانسپت خودش به خود خود یک موجودیت داره، یه اگزیستنس داره، اینطوری نیستش که در یک وضعیت انتزاعی باشه. و الان در این راستایی که ما داریم صحبت میکنیم هگل میاد و ایرادی که میگیره از بقیه اینیست که ما میایم و دائما آزادی رو به عنوان پاسیبیلیتی مطرح میکنیم، امکان، و نه به عنوان اکچوالیتی. در صورتی که هگل میگه من برام آزادی وضع ممکن نیست، برای من تحقق پذیری است. متوجه این تفاوت هستی؟ این تفاوت شما اگه بفهمین فلسفه حق هگل فهمیدین به همین سادگی، که فقط مسئله ممکنها نیست، مسئله تحقق پذیر شدنه، آن چیزی که میتونه تحقق پذیر باشه. و اتفاقا این مثالی که من برای درباره آزاد بودن گفتم، اینو اگه شما متوجه بشید که آیا ما این تحقق پذیری رو داریم به عنوان ایرانی یا فقط ممکن هاست. ما داریم درباره ممکن ها صحبت میکنیم که اگر بشود چی میشود، ولی اصلا موضوع ما این نیست که اگه بشود چی میشود. اتفاقا اگه بشود چیز مزخرفی خواهد شد دقیقا، و شده به خاطر همین، چون تحقق پذیری مطرح نبوده هیچ وقت. ببینید من گفتم که هگل در واقع در مورد قدرت تغییریافتگی خودآگاهی انسان صحبت میکنه، یعنی و اون چیز نکته خیلی مهمیه، یعنی اراده رو به عنوان یک عملیت میاد مطرح میکنه. اون موقع که اراده تبدیل به یک ایجنسی بشه، یعنی برای اینکه اراده همه اراده دارن، انسان ها همه اراده میکنن، ولی اراده تبدیل به یک ایجنسی میشه و ایجنسی یعنی عملیت یا فعلیت، و این عملیت یه عملیت اجتماعیه و تاریخیه و اونجا تغییر دهنده است. هگل این کلمه عملیت استفاده میکنه توی همین متن، میدونی که براش مهمه این که اراده تبدیل به یک عملیت بشه. و اینجا وقتی این عملیت هستش، اینجا دو تا موضوع هست، یکی اینکه این عملیت سلف ترانسفورماتیو، خودش خود تغییر یافتگی درش هست که خیلی عنصر مهمیه برای دموکراسی، برای ایجاد دموکراسی، برای تحقق یابی آزادی بسیار نکته مهمی هستش این سلف ترانسفورمیشن، هر چه در سطح فردی چه در سطح گروهی، یعنی یک جامعه یا یک فردی قدرت مورد سوال قرار دادن خودش رو داره. درسته؟ دوم این نکته است که من اینو فکر کنم شما نگرفتید، این قلب فلسفه هگله، فلسفه حق هگله. من مخصوصا هم انگلیسیش نوشتم و آلمانیش نوشتم، این که شما به فکر دیگری هم هستید و در این عملیاتی که دارید دیگری هم درش هست، دیگری درش حضور داره، دیگری
دیگه ما از دیگری وحشت نداریم، درسته؟ حالا خب چون در مورد جامعه ایران صحبت میکردیم و جامعه خودمون هست، دو تا عنصر هست که نیست تو این بحث هگل. یکی این که این دیگری همیشه ازش یک وحشت و ترسی هست، این دیگری دشمنه، همیشه دیگری بابیه، باهاییه، دیگری دشمنه، دیگری از اون ور یک دست نامرئی است که داره میاد و ما رو اداره میکنه، نمیدونم داره تمام سرنوشت ما رو تغییر میده. این دیگری اصلا این دیگری هگل نیست، این دیگری که هگل داره میگه همسایه است، یعنی آدمی است که دخیل تو این عملیات و باید دخیل باشه و این نکته بسیار بسیار مهمی است. نکته دوم که ما هممون اینو داریم، خیلی ها دارن، از اینو کشورها دارن، مسئله حساسیت های فردیه که این حساسیت های فردی اجازه نمیده که شما به این عملیت جمعی برسید، چون به معنی که یک حرفی زده میشه، یک کنشی انجام میشه، اون حساسیت ایجاد میشه. باز حساسیت های شاهدان تاریخی یا فاعلان تاریخی، من از در ابتدا گفتم هگل برایش این حساسیت ها مهم نیست، چون در اگه این بخواد به این حساسیت ها بپردازه باید بیاد فقط حدیث نفس این و اونو بگه که این براش اصلا مهم نیست، مهم اون یونیورسالیتیست که داره شکل میگیره. حالا ما میتونیم موافقین باشیم، میتونیم موافقین نباشیم، ولی به هر حال این عاملیت باید یک جامعیت هم داشته باشه، چون هگل بهش میگه سوشل ایجنسی، میگه سوشیالیتی، این باید تبدیل بشه به یک جامعیت، به یک نوع جامعه، یک قرارداد اجتماعی، و اینجا اون هست، این هستش که خیلی خیلی مهم هستش. حالا بطن فلسفیش چیه که شما در فلاسفه غربی خیلی دارید، از جمله فلاسفه قرن بیستم هم دارید، این است که هانا آرنت هم اینو تکرار میکنه، جمله هگله، انسان در میان انسانهای دیگه انسان میشه. هانا آرنت این جمله رو میاد اینطوری میگه، انسان در میان انسانهای دیگه متولد میشه، یعنی وارد یک پلورالیتی میشه، یک کثرت میشه انسان، ولی انسان در میان انسانهای دیگر انسان میشه. به نظر من جمله بسیار مهمیه، یعنی که آقا شما در گوشه اتاقت انسان نمیتونی بشی، به تنهایی انسان نمیتونی بشی، پس این دیگری مهمه. باز اینجا دیگری خودشو نشون میده به یک جوری، تو نمیتونی به تنهایی بگی که من هستم و خدای خودم، دیگران هم نیستن. خب این که دیگه جامعه بشر نمیشه، این که دیگه مسئله قرارداد اجتماعی نمیشه، این دیگه مسئله آزادی مطرح نمیشه، این دیگه مسئله عملیات درش معنی پیدا نمیکنه. عملیات ما داریم برای این که با هم زندگی میکنیم و با هم معنا میدیم به زندگی، ولی عملیات برای من به تنهایی که معنی، باز داستان روبینسون کروزو جمعه است. روبینسون کروزو به تنهایی که مثل فیلم کاستوی تام هنگس دیگه، با یه توپ فوتبال حرف میزنه، توپ فوتبالی که نمیتونه بهش جواب بده، ولی به محض که این توپ فوتبال تبدیل به انسانی میشه که باش وارد دیسکورس میشه، این گفتمان در واقع دو طرفه رو شروع میکنه، از اونجا مسئله این ریکاگنیشن مطرح میشه، از اونجا مسئله تاریخ مطرح میشه، از اونجا مسئله برخوردهای اجتماعی مطرح میشه و خیلی چیزهای دیگه هستش که مطرح میشه. حالا ما اینجا میتونیم این بحث رو به این صورت بکنیم، بگیم که آیا ما وقتی که این تغییر رو داریم، این قدرت قابلیت تغییر یافتگی رو داریم، این قابلیت تحقق پذیری رو داریم برای آزادی، آیا ما اینو میخوایم بر مبنای مسئولیت قرار بدیم یا بر مبنای ترس قرار بدیم؟ نیچه میاد به ما میگه که ترس یه قدرتی است که توسط اون میشه جامعه رو حفظ کرد. این جمله دقیق نیچه است. خب این دقیقاً حدیث آقای ترامپ به نظر من، یا هر نوع پوپولیزمی. پوپولیزم بر مبنای ترسی که ایجاد میکنه اون کامیونیتی رو که میخواد حفظ میکنه. و شما اینو اینجا شما مسئولیت، اصلا مسئولیت خواهی ندارید. شما از طرف از شهروند نمیخواد که مسئول باشه. میگید اشعار میخواییم بترسه و شما تابعیت بکنه. این دوتا چیز کاملا مختلفه و اینجا میتونی شما یه حالت نیهیلیستی داشته باشید. من به یاد فیلم تخم مار اینگمار برگمن میندازه. تو تخم مار اینگمار برگمن شما یک وضعیت نیهیلیستیک دارین قبل از که نازی ها به قدرت برسن، یعنی یه پزشکی رو دارید که این پزشک برای اینکه اثبات کنه که
حقیقت به حقیقت دست پیدا کرده و با این حقیقت میتونه که حاکم جامعه بشه، خودشو میکشه و مرگشو در یک آینه که سیانور میخوره نگاه میکنه و از مرگ خودش در زمینی که داره میمیره خودشو تصدیق میکنه که من میتونم خودمو بکشم و بنابراین ما قدرت حاکم خواهیم بود و ما در واقع نژاد برتر خواهیم بود، نژاد برتری که با مرگ خودش میخواد تصدیق کنه که ما میتونیم نژاد برتر باشیم بر دیگران. که اتفاقا به این صورت هم هست، مگه غیر از اینه که گوبلز تمام بچه هاشو سم میده، سگشون هم میکشن، حتی سگشون هم میکشن برای اینکه هیچ کی زنده نمونه، که روسا وقتی میان و اون بونکر رو میخوان بگیرن هیچ کی باقی نمونده باشه اصلا. خب این در واقع اینجا بحث هگل نیست باز، یعنی شما ما داریم چیشی رو تصدیق میکنیم از در واقع در این جامعیت که میخوایم بدیم یا در این عاملیت که داریم. باز اینجا انتخابی که داریم میکنیم اون انتخابی نیستش که هگل داره میگه که اراده آزادی است که از آزادی خودش به آزادی خودش واقفه، چون در یک روند تحقق پذیری قرار میگیره و تو این روند تحقق پذیری اشکالات خودشو میبینه، اشکالات خودشو میبینه. من نمیام اینجا نمیخوام بگم که تمام بحثایی که هگل میکنه ما باید قبول کنیم و همش درسته. من دارم در مورد متدولوژی صحبت میکنم برای اینکه به ما کمک میکنه که ما بتونیم در مورد مسائل دنیای امروز تعقل بکنیم. نتیجه گیری که من از این بحث میکنم که بر من خیلی مهم هستش، برای اینکه وقتی مثلا ترکیه رو نگاه میکنم میبینم ترکیه در یک سیر قهقرایی وحشتناک قرار گرفته که همینطور این دیکتاتوری خزنده داره میاد خودشو داره یواش یواش جا میکنه از طریق قانون اساسی و اصلاح قانون اساسی و نمیدونم کودتای قلابی و تمام این چیزا خودشو جا میکنه. اینور ترامپ رو نگاه میکنم، اونور خانم مارین لوپن رو میبینم که برای فرانسه داره خودشو کاندید میکنه، از اونور هلندیا رو میبینم، نشست دیروزشون رو میبینم که تمام دست راستیای افراطی اومدن با هم دیگه نشست گذاشتن. خب احساس میکنم که خب ما چگونه باید اینجا این موضوع رو ببینیم، یعنی هگل به ما چه کمکی میتونه بکنه؟ یک، هگل ما رو از یک نوع جامعه نسبیگرای جامعه شناختی دور میکنه. این انتقادی هم که ما مونتسکیو میکنه دقیقاً اینه که مونتسکیو ما رو به طرف یک نوع نسبیگرای جامعه شناختی میبره به عنوان یک جامعه شناس، یعنی میگه که خب ملت‌ها رو شما مثلا با آب و هواشون میتونین تعیین کنین، نمیدونم اخلاقیاتشون تعیین کنین، رسومشون تعیین کنین. اینا هگل میگه همه این چیزا درسته، ولی اینها هم به هر حال در این سیر این تکوین این شکل‌گیری تغییابی آزادی باید قرار میگیرن دیگه، حتی با نبود آزادیشون قرار میگیرن. هم که من هفته پیش گفتم نبود آزادی در یک کشور موجب ایجاد آزادی در یک کشور دیگه میشه، چون دقیقاً انسان‌ها در میان هم زندگی میکنن، از نبود عقل و نبود آزادی از همدیگه میفهمن که باید آزاد باشن. داستان مرزبان نامه است و ارسطو که به اسکندر میگه که من نمیرم پلی ایرانی ها برای اینکه اینا دیوونن شو فیلسوفا رو میکشن. خب حالا اینا از زبان یک ایرانی نوشته شده، ولی این ایرانی با این حرفی که در دهان ارسطو گذاشته داره میگه به خودش، داره به ما که خوانندگان فارسی زبانش هستیم داره میگه که یه جامعه ایست که فیلسوف از بین میبره، فلسفه از بین میبره، پس ما باید به یک درجه دیگه از آگاهی برسیم و از این تحقق آزادی برسیم. در اینجا من فکر میکنم که خیلی مهمه که ما وقتی که داریم در به خانش درستی از این اصول فلسفه حق میپردازیم، باز به اون نکات ساختار منطقی که این کتابو شکل میده ارجاع بدیم، رجوع بکنیم و بقیه نکاتی که هگل میگه رو در راستای اون ساختار بتونیم بیایم و مطرح بکنیم. و نتیجه گیریش اینیست که اینیسته که فوری ما متوجه بشیم که خب پس این تعریف از حق، این تعریف از آزادی، این تعریف از دولت کافیست، پس ما دیگه تکلیفمون روشن شد، میدونیم که حالا با چی کار بکنیم. هگل اصلا موضوعش به نظر من این نیستش که فوری بیاد به ما یه تعاریفی بده و ما رو بفرسته خونه و بگه فردا شما برین انقلاب کنیم با این تعاریف. او میخواد که در به ما نشون بده که ما حتی وقتی این تعاریف هم داریم باز ممکنه که به این تحقق و آزادی نرسیم.
مهم اینجاست، ما باز حتی موقعی که این تعاریف هم داریم میتونیم نرسیم، چون داشتن تعاریف کافی نیست، شما باید خلاقیت سیاسی هم داشته باشید و خلاقیت سیاسی شما بدون اندیشه فلسفی نمیتونید به دست بیارید. و اینجاست که هگل اعتقاد داره که عقل باید یک نقش سیاسی داشته باشه و سیاست باید عقلانی باشه. موضوعش دقیقا اینه، وقتی که میخواد بگه که واقعیت باید عقلانی باشه و عقل باید که واقعی بشه یا تحقق پذیر بشه، موضوعش اینه، نه چیز دیگه ای، نه اینکه بخواد اصلا یک سیستم توتالیتر ایجاد بکنه یا بسته ایجاد بکنه. اینکه این رابطه تنگاتنگ بین فلسفه و سیاست چگونه با شکل خودشو پیدا بکنه، حالا ان شاءالله هفته آینده دیگه دنبال خواهیم. مرسی.